سقوط اقتدار آریایی در ایران رو مطرح میکنیم تا بفهمیم و جهان بداند که هر چی به ما روز تا شب دارن میگن چرت و پرته. همه دنبال نخود سیاه ما رو دارن میفرستن 44 ساله. خود ما نیز گاهی از اوقات وارد این نخود سیاه میشیم. این برنامه امشب و این عرایض امشب و این سند ویدیویی که بنده میخوام ارائه کنم، با اینکه دفعه اولم نیست ارائه کردم این رو، ولی بسیار مهمه بفهمید مردم، بفهمید برنامه سازان رادیو تلویزیون، نویسندگان، روزنامه نگاران، قلم به دستان، بفهمید اینو بیایید بگید اگه مردید، ریشه جریان ها رو بگید. استاد چرفشایی، هفته پیش آنجا تمام کردیم که شما فرمودید هشت شعبی وارد ایران شد. من همونجا یه عرض کوتاه، وقت نبود، کردم، ولی من میخوام به شما بگم استاد چرفشایی، این هشت شعبی و بزرگتر از اون از پیش از این که نظام پادشاهی در ایران سرنگون بشه، بعثی ها و با برنامه ریزی صدام حسین وارد ایران شدن و الان بخش اعظم ایران دست بعثه، حزب بعث عراق صدام حسین. یادتون نره، یادمون نره، این کی میاد بگه؟ چرا نمیان بگید؟ تمام گروه ها و جریان های چریکی و احزابی که ساخته شد و آدمایی مثل علی شریعتی که اومدن جامعه رو سمزده کردن، همه اینها نوکرای بیگانه بودن و به ویژه مال اتحاد جماهیر شوروی بودن. همه نیروهای مسلح چریک و پارتیزان ها و ماویست موشن مارکسیست اسلامی بودن، همه اینها نوکر صدام حسین بودن. صدام حسین به اینا داده بود، حتی همین گروه شمخانی و محسن رضایی که الان تو ایران هستن، المنصورون، حالا بقیه هم همه سر جای خوده، حافظ اسد در سوریه به اینها امکانات داد، لیبی، قذافی، انور خوجه در آلبانی، همه اینها مارکسیست بودن. یعنی هر جنبش و حرکتی بود که الان میان اینا رو بوت میکنن، سر دست میبرن، آوت متشکلات فلان رو ساختن، تشکیلات رو، اینا همه نوکر بیگانه بودن، برای نابودی ایران اومدن، همه شون الان اکثرا بودن. نکته دیگه این که استاد چرفشایی، ما با ایران 8 سال جنگید، چه قربانی هایی که دادیم، هدفشون نابودی ایران بود، الان هم نابودی ایران از دست یادشون نرفته، در هر فرصتی میخوان به ایران حمله کنن، ایران رو داغونش کنن، ولی ذکاوت ارتش آریایی ایران پنهان، که این پنهان تا الان دیگه اومده رو در رابطه با حجاب، اینها همیشه پس از اینکه صدام رو نابود کردن، جنگ ها رو فرستادن خارج از ایران، مرزهای ایران، و در اونجاها جنگ ها رو راه انداختن تا ایران این گربه یا شیر کوچیک نشه. ولی تا الان که من دارم برای شما صحبت کنم، این هشت شعبی از اون اول تا الان، یعنی حزب بعث، نگیم هشت شعبی، وقتی که ما میگیم بیگانه در ایران است و مخالف تازیان حاکم بر ایران هستیم، به هیچ کشور عربی کاری نداریم، به مردم عرب کار نداریم، این حزب بعث عراق که نتونست با جنگ ما رو نابود کنه، الان تو ایران. استاد شرفچایی، حزب بعث یک حزبی بود فراگیر، اشتراکی سوسیالیسم اتحاد جماهیر شوروی، هر آدمی که توی عراق زندگی میکرد وظیفه داشت عضو حزب بعث باشه. از کودکی اینا آموزش میدیدن، اینا دینی نبودن، شیعه و سنی نداره، اینا همشون صدامی و مارکسیست بودن. خب اینا هم اومدن تو ایران. یکی از نمونهای برترشو که من امشب به شما میگم، یک کسی است به نام، همه ماها رو خوب میشناسیم، نقدی، این فرمانده محمد رضا نقدی، فرمانده بسیجه اون ارتش و لشکر بدر را آفرید که همه لشکر بدر، همه اینها عراقی های ایران بودن. این استاد شرفچایی، همین نمونه رو شما بگیرید تا آخر خط بدید، محمد رضا نقدی که الان هم فرمانده است، الان هم در ایران هست، الان هم اقتدار داره، الان هم یکی از کسایی است که میگه باید بزنیم اونایی که روسری ندارن، این بابا رو روزای نخست انقلاب سیاه بازداشت کردن، زندانی کردن، مدتی در زندان بود، محکوم به اعدام شد. میدونین چرا؟ به خاطر این که گفتن این جاسوس حزب بعثه. جاسوس حزب بعث رو بعد از زندان در بردن، الان اقتداری که در ایران هیچ کدوم از ارتشی های ما ندارن. از
همه جا مهمتر پدر خود علی خامنه ای. آقا جواد، جواد آقا زاده نجفه، هاشمی شاهرودی، سالها قوه قضایی مملکت دستش بود، پستای حساسی بعدش داشت تا بیجازی که بمیره، و و استاد مشتبه خامنه‌ای، مشتبه خامنه‌ای دست خیلی بودن خامنه‌ای خودش شاگرده، نه مشتبه شاگرد اینه و غیره. این بابا نه تنها عراقی بود استاد شرفشاهی، این رهبر حزب الدعوه الاسلامی العراقی بود، یعنی بخشی از جامعه بعثی عراق زیر رهبری بود، تو ایران مأمن داشتن. الان سفیرها اینا اکثرشون عراقی هن. آقای حسن دانایی فرد سفیر عراقیه. استاد شرفشاهی، علاءالدین بروجردین همه تون میشناسین، همه گفتین رئیس کمیته و یا کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران بود، سالها در وزارت خارجه نقش مهم میداشت، اکثر اینا تو وزارت خارجه بودن، تو ارتش بودن. علاءالدین بروجردی عراقیه. از همه مهمتر استاد شرفشاهی، این محمد کاظم آل اسحاق رو تازه که فرستادن سفیر، اینا همه عراقی هن. عراقی ها در ایران در حاکمیت هستند و بودن، و این هشت شعبی برگ آخرشه. نکته مهم دیگه استاد شرفشاهی، در سپاه و بسیج و جنگ، حتی خود اینا اخیراً افشا کردن، و در کنار قاسم سلیمانی از فرماندهان ارتش بعثی بودن، افرادی که سالها با ایران جنگیده بودن، اینا آمده بودن تو ایران و تو سپاه اینا جا داشتن. یکی از اینا غیر از اون المهدی، غیر از المهدی یکی دیگه با همون جریان المهدی و قاسم سلیمانی کشته شد حتی. یعنی ایران مستعمره است، دارم چه بدبختی. حالا اینا رو شما بذارید کنار استاد شرفشاهی، اینا دیگه الان همه اینا در رابطه با آمریکا و فلان فوش خار مادر میدن با آمریکا و از اون با روسا و چینا اینا ساخت. امشب من به شما ثابت میکنم یک بار دیگر که رژیم جمهوری اسلامی از قبل از انقلاب تا الان که اینا خودشون آماده کردن بودجه، اصلا با دنیاست و خصوصا با آمریکا، یکی از ارگانهای بزرگ قدرت در جهان تشکیلات گورج سایروس هست، جورج سوروس. جورج سوروس 140 تا کشور رو حکومت میکنه، الان پسر خودش جای خودش گذاشته، الکساندر سوروس. هفته پیش آقای شرفشاهی، هفته پیش تو آلبانی همه اینا رفتن جلو جوان 30 ساله جورج سوروس تا کمر خم شدن، از بیل کلینتون گرفته تا رئیس جمهور خود همون خصوصی رو خود آلبانی و کشورهای دیگه، کشورهای دیگه هیچ اسم نشنید و نفهمید و خبرش نبود. حالا جورج سوروس امشب ثابت میکنم براتون که به گفته خود نظام جمهوری اسلامی، همچنان که گفتم وزارت خارجه همیشه دست آمریکایی‌ها بوده و عراقی‌ها و اینا، خودش یارو بابا میگه آقا از سالها پیش که حتی قبلی که خاتمی رئیس جمهور بشه، جورج سوروس تو ایران بوده، تو ایران کار میکرده، و رئیس بخش خاورمیانه آقای شرفشاهی، این خیلی مهمه، رئیس بخش خاورمیانه جورج سوروس یک نفری بوده که زمان محمد رضا شاه با بورس شاه میره آمریکا دانشجو، وقتی محمد رضا شاه در لحظات پایان دوران زندگیش از کنجا خارجش میکنن اینا، این پدر سوخته بلنگو دستش میگیره جلو بیمارستان، خواهان کشته شدن و اعدام محمد رضا شاه میشه. محمد جواد ظریف وزیر خارجه اینا بوده، الان هم داره میچره، هنوز هر روز داره صحبت میکنه. این جواد خودش میگه، الان خودش رو میشنوید، خودش میگه که ایشون گزارش های خاورمیانه تشکیلات جورج سوروس رو در نیویورک وقتی سفیر بوده در سازمان ملل میرفتن میمیدادن، و بعدم میاد تو ایران باز تمام زیر نظر اینه. خودی داره میگه، شما میبینید خواهید دید افرادی مثل همین خاتمی، اگه من خیلی چیزی مهمتر دارم، خبر دارم از اون قدیم، ما اون سالها با میبودی که مصاحبه میکردیم سال 95-96 یک مسرار موارد گفتیم که موجود هم هست، ولی کوکوش شنوا، من همون موقع اینا رو گفتم. حالا استاد شرفشاهی، این آقای ظریف که خودش ادعا میکنه که گزارش های خاورمیانه تشکیلات سوروس رو ایشون امضا میکرده، و بعد آقای کیان که خودش رو رئیس بخش این تشکیلات در ایران میدونست و خود رژیم هم میدونست، اینم خودش این اعترافات رو میکنه. من از شما خواهش میکنم با دقت مردم، مهربان یاران، با دقت این ویدیویی که پخش میشه بشینید گوش کنید، چایی نخورید، از اتاقتون بیرون نرید، نوت بردارید،
خوب گوش کنید تا بفهمید کجای کاریم و شما کجایید. میبینیم ویدیو رو کارگردان عزیزم. و این گزارشی هم که الان میبینید اسناد مهمتری هست که ارتباط بنده با بنیاد جامعه باز و با بنیاد سروش در زمان سفارت بنده. بنیاد جامعه باز وقتی که من به نیویورک رفتم با ایران ارتباط داشت، به ایران سفر میکرد، با در با قسمت های مختلف با شهرداری ها ارتباط داشت. اون چه که من انجام دادم این بود که این ارتباطات رو در واقع محدود و منظم کردم و هر دفعه اینها موظف بودن بیاد به من گزارش بدن که چه کار میکنن که اجازه ندهم خارج از منافع ملی کاری در این زمینه صورت بگیره. بعدها که آقای کیان تاجبخش که نماینده بنیاد جامعه باز در ایران بود در ایران دستگیر شد، این رو به عنوان اعتراف مطرح کرد که من میرفتم و به ظریف گزارش میدادم و حتی پیشنویس نامه هاش رو مینوشتم. این یک واقعیته که بنده به جای اینکه این اعترافات آقای جواد ظریف خیلی مهمه، خیلی قابل تفکر هست. تفکر بر این مسئله بسیار مهمه، نباید آسان از کنارش بگذاریم. ایشون خودش به عنوان وزیر خارجه الان و پیش از این به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل در نیویورک اعتراف میکنه که نماینده، نه نماینده استعمار جدید جهان اقتصاد در ایران که بوده آقای کیان تاجبخش، ایشون که رئیس این استعمار نوین جهانی در ایران بوده گزارش هاشو به ایشون میداده. یعنی چی؟ یعنی ایشون درجهش خیلی بالاتر از این حرفا بوده. حتی پیش از این که ایشون فیر ایران در سازمان ملل پیداست که با این تشکیلات کار میکرده. آقای آنتونی ریتر که نماینده جورج سوروس هست در خاورمیانه از قدیمشون استخدام کرده. بنده یحیی کیان تاجبخش هستم، متولد تهران 1340، فرزند سیروس. کیان تاجبخش از 7 سالگی به انگلستان رفت و تا فوق لیسانس را در همان کشور خواند. سال 1363 به آمریکا مهاجرت کرد و دکترای جامعه شناسی شهری گرفت. سال 1376، سال تحولات کلیدی در ایران، تاجبخش به دیدار فردی رفت در بنیاد جامعه باز متعلق به جورج سوروس. این فرد آنتونی ریکتر مدیر بخش خاورمیانه این بنیاد بود. او طرح پژوهشی را ارائه کرد که موضوعش پتانسیل‌های شوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران بود. ریکتر از او خواست برای عملی کردن این طرح به ایران برود. تاجبخش به ایران آمد. در وزارت کشور با مصطفی تاجزاده معاون سیاسی وزارت کشور آشنا شد و همچنین با یکی از اطلاعاتی‌های کهنه‌کار کشور سعید حجاریان. موضوع گفتگو با این دو نفر نحوه تحقق جامعه مدنی در ایران بود. با همکاری چهره‌های مختلف سیاسی و دانشگاهی این موضوع سرمایه اجتماعی به تصویب قانون مملکت در مجلس ششم رسید. ورود مدیر ارشد بنیاد سوروس به ایران در 1382 به دعوت رسمی وزارت امور خارجه که ورود آقای ریکتر به ایران باعث شد که ایشون فرصت پیدا کنه که با چهره های دولتی و غیر دولتی ملاقات کرده و با پیشنهادهای پروژه های مختلف کار عملی در ایران شروع شد. حاشیه امن برای فعالیت های این فعالیت ها و همکاری ها بین عناصر داخل کشور و بیرون کشور ایجاد شد که این منجر به عدم حساسیت نظام نسبت به اهداف دراز مدت این برنامه ها
شد. بنده به عنوان مشاور رسمی بنیاد سروس به دولت جمهوری اسلامی ایران رسما و آشکارا معرفی شدم. بنده به عنوان مشاور رسمی بنیاد سروس به دولت جمهوری اسلامی ایران رسما و آشکارا معرفی شدم. به گفته تاج بخش، محمد اطریانفر از نخستین افراد اصلاح طلب بود که با بنیاد سروس رابطه برقرار کرد. اگر ما یکی از اولین نمونه های این برگزاری ارتباط سفر آقای اطریانفر به بنیاد سروس قبل از سال 76 ببینیم، می توانیم نهایتاً به ملاقات مستقیم جناب آقای خاتمی با آقای سروس در نیویورک در حدود 1385 ما ببینیم. جناب آقای محمد جواد ظریف که مسئولیت این جریان رو به عهده دارد، در زمانی که در نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل هست، های بنیاد جورج سروس رو به داخل ایران ایشون باز می‌کند. نامه می نویسد به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل به وزیر بهداشت وقت دولت خاتمی و دو نفر رو معرفی می‌کند که اینها متخصصین امور بهداشت و پزشکی هستند، برای همکاری با دولت اصلاحات میخوان به ایران بیان. این بوده اول بنیاد جورج سروس با این نامه ایست که جناب آقای ظریف به دولت وقت مینویسن که فردی که این تیم نیویورکی ها رو به طور کلی مدیریت میکرده و مسئول میز ایران در بنیاد جورج سروس هست. خانه تاج بخش میگفته ما 6 ماه یک بار میرفتیم به نیویورک، به دفتر ظریف می رفتیم، گزارش پیشرفت خودمان رو در ایران برای برنامه های این بنیاد به ایشان می دادیم. در زمان در مورد ارتباط بنده با بنیاد جامعه باز و با بنیاد سروس در زمان سفارت بنده، بنیاد جامعه باز وقتی که من به نیویورک رفتم با ایران استاد شرفشاهی، مسلمان ها معمولا 17 رکعت در روز نماز بخونن و غیره. من میخوام بگم ایرانی، اگر ایرانی است، اگر تازی نیست، اگر بعثی نیست، یادتون رو روشن کرده میمشن بعد میگیم تازی منظور اون بعثی هایی هستن که در ایران دارن حکومت میکنن، نیست، بایستی این 7 دقیقه ویدیو رو روزی 17 بار گوش کنن، حتی برنامه سازان، حتی اونایی که فکر مردم دستشونه، بعد بر محور این برید جلو. آقا خودش داره کیان تاج بخش میگه، آقای شرفشاهی میگه از سال 1976 این میره برای اونا کار میکنه. سال 1976 چه روزیست؟ اینو من ارمغان کردم به روان پرفتوه محمد رضا شاه و رضا شاه بزرگم نازنینا. 1976 روزیست که شاه میگه ما دیگه نفتمون رو مفت و مجانی به انگلیس نمیدیم، اینا اگه بخوان نفت ما رو بخرن باید بیان تو صف وایسن مثل بقیه. از همونجاست که پل اردمن، پل اردمن نیست که از رفقای جورج سروس هست، بانکی از همون موقع میاد کتاب سقوط 57 رو مینویسه، دقیقاً سال 57 که شاه رو ساقط میکنن، سقوط 57 پل اردمن مینیزه و اونجا از نقش عربستان سعودی به عنوان کسی که پول این کار باید بذاره و مارکسیستا و کسای دیگه و ملی پلی ها و اینا میگه و دقیقا عملی میشه. نکته بسیار مهم دیگه، ایشون خودش داره میگه رئیس سروس در ایران میگه دیدار خاتمی با سروس. بعد خیلی جالبه، یک مشت الدنگ شلقم که یارو حتی یکیشون معاون رئیس جمهورشون بوده و اینا آمدن سرسرهای اخیر استاد چرفشی برای که اینا ماسمالی کنن، گفتم نه این دیدار سروس اینا رو ما جعلی در آوردیم. من همون سال گفتم، همون سال. نکته بسیار مهم دیگه این که استاد چرفشی عزیزم، تا الان اینا در ایران دارن حکومت میکنن و این آتشخاله کشمون این بازیچه است،
بازیچن اینا عروسکن دارن قدرتشون رو پیش میبرن در هر زمینه ای و همه ما رو خواب کردن، در خواب داریم به سر میبریم. و الان شما دیدی دوستا چرچه این یه دختر ایرانی رو به خاطر چهار لاخموش یک بعثیه پدر سوخته ای که دوربین دستشه یا نمیدونم چه دستشه این جا... یا این لچک به سرها همین رو بعثیه همین نمونه این که با جنگیدن. الان یه فیلمی هست حتما دست های شهرتی رسیده خواهید دید. آقا بچه های جانبازان رفتن اینا که با صدام جنگیدن رفتن حق و حقوقشون میگن اینا رو زدن لط و پار کردن. دیدم شما تو روزنامه هم نوشته بوده آقای شرفچایی آقا بچه هایی که جنگیدن رو خود این بحثی را بحثی هم دیگه میذارن میکشن. حالا همین هم من به شما بگم بچه های ما دو تا لاخ موشون میاد بیرون اینا رو میزنن میکشن عزیزان منو. ولی شما ببینید من البته نمیخوام کسی رو بگیرم، من مخالف زندان هستم، هر کسی زندان شخصی نداره، ولی میخوام بدونم این مردم روشن بشن. ولی این یارو مصطفی تاجزاده اون تاجبخش بودی تاجزاده اسمش خوده که گفت که از کی با سروس داره کار میکنه، این با عنوان و افتخار میمیسه سید مصطفی تاجزاده میاد سخنرانی میکنه حرف میزنه از تو زندان اطلاعیه میده فلان میده، هیچ کس بهش کاری نداره. خامنه ای رو میزنه اون میزنه و دختر میهن من لاخ موش در میاد میکشنشون این پدر سوخته. یعنی ببینید این حکومت، من اینو میگم به سران ارتش، به کسانی که سلاح دستشونه، که بابا از خواب بیدار شید، از خواب بیدار شید. بیگانه در ایران است. معینی کرمانشاهی سرود این رو و داروش هم خوند، بیگانه در ایران است، بیگانه در ایران است. پاشید عزیزان من، اونایی که قدرت دارن پاشن از بچه ها دفاع کنم. بله بله، این رابطه جمهوری اسلامی و عربستان میدونید تقریبا یه مقداری عادی شده، یه مقداری با هم دیگه در حال مطالبی رو رد و بدل کردن اینا، ولی این شکننده است، ممکنه در اثر یک حادثه یه چیزی این دوباره اوضاع یه جوری دیگه بشه. یه فردی هست به نام علی اکبر رائفی پور، اسمش شما نمیدونم شنیدین یا نه، این یه آدمی بود که سالها مثل سیدعلی خامنه‌ای به عربستان و سعودی دشنام میداد، به پادشاه و ولیعهدشون دشنام میداد، و این بعد از مدتی که اعلام شد که اینا رابطهشون حسنه شده، این رائفی پور رفته عربستان. حالا این عربستان یقه اینو گرفته اجازه نمیده برگرده ایران، میگه تو آدمی بودی به ما بدترین دشنام ها رو اینا رو دادی، این حالا رفته تو سفارت جمهوری اسلامی در عربستان زندگی میکنه. و استاد شرفشایی، هدیه دیگه که به شما میدم، سر این فرزند یاسر عرفات رو به شما میگم امشب. اولا که برگشت تهران ولش کردن، داستانی اصلا دستگیر نشده بود، همینا دروغ و چرت بود. این توی کنسولگری سفارت جمهوری اسلامی رفته بود، قایم شده بود. حالا من اسرار پشت پرده رو به شما میگم. اسرار پشت پرده اینه که به هیچ عنوان عربستان سعودی این بازداشت نکرده بود، ولی خود نظام جمهوری اسلامی، چون دیگه دو هفته پیش اینجا بحث کردیم، صحبت کردیم، عرایزم رو گفتم بهتون، با عربستان ساخته و ساختن با عربستان سعودی براش خیلی حیاتی است. یعنی اینا برای گسترش اسلامشون در جهان، سه کشور عربستان، ایران، ترکیه متحد شدن. الان یک اختلافاتی دارن همیشه با هم، مثل بنی هاشم و بنی امیه، حتی بین خود بنی هاشم توشون اختلاف بوده، مثل الان مصطفی تاجزاده چون با سروس کار میکنه با سیدعلی خامنه‌ای مشکل داره، اینا پسرعمو هم مثل موسوی، خود موسوی خامنه‌ای بود با خامنه‌ای اختلافات داشت، اینا اختلافات داخلیه. حالا این سه کشور مقتدرم که با هم متحد شده اختلافات دارن اونجای خود. رائفی پور رژیم الان میخواد چون یک دست کنه و بعد میخواد ترتیب یک سری کسایی که جفتا که علکی میزنن به خاطر که میخوان فردا خودشون نامزد ریاست جمهوری کنن یا یکی مشتری بیشتر خر کنن و یا تو همین باند بعثی های عراقی هستن که میخوان تشنج زدائی بکنن در ایران، این خود ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی میرن به رائفی پور میگن آقا اینا میخوان بیان تو رو بگیرن، تو فرار کن، برو توی کنسولگری قایم باشو.
این فرار میکنه میره خودش تو کنسولگری قایم میشه، بعدم که میبینن هیچ خبر نیست توی هواما میذارنش میاد تهران، الان هم ایرانه. یعنی نه همه چرت و پرت بود آقای شرفشاهی، سر مردم بند کردن کی بترسونن. بعد ترسید از تو خود کنسولگری که بود دو سه تا پیام داد، پیامش هم من اصلا من ارزشش رو نداره که ما اینجا بخوایم این مرلنگ رو پخشش کنیم. سه چهار تا پیام از اونجا داد. وقتی تو هواپیما نشسته بود معلوم بود که چقدر ترتیبش رو دادن که با چه ترس و دلهوری یکی همه آرتوپوت میکرد علیه عربستان، اصلا خاموش شده بود و داشت میرفت تهران رفت تهران. این آقای شرفی این جنریشن الان میخواد یک دست بشه، میخواد یک سری سر بزنه. حالا من تو پرانتز بگم، ببینید یک ویدئوی اخیرا از علی خامنه ایم که مرده نیست به نظر من. اینا حالا من بعضی وقتا من میگم خامنه ای گفت، خامنه ای رفت، خامنه ای مرده. برای همین که شاید تا دلتون میخواد تو ایران خود اینا بهش فوش میدن، خوار مادرش اول آخرش اینا، مو مرده وجود نداره. روسیه است که ایران میگردینه با همینه که گفتم. اما یه اگر هم بود باز پخی نبود، یعنی جنایتکار بوده و هست و خواهد بود، بود و نبود شکیز. این میگم برای اون علاقایی که فیلمان رهبرشون زنده. استاد چرفی یک ویدئویی از خامنه‌ای منتشر شده مال موقع ریاست جمهوریشه، اونجا قاطع میگه که امام خمینی گجستک پرفند جنایتکار، میگن امام خمینی هم مخالف بود که شما بی حجاب رو بزنید. گریه میکرد میگفت چرا به زنهای بی حجاب و... چیز میکنید فلان فلان، من با این نظر مخالفم. خود خامنه‌ای میگه فلان و فلان. خب آقا بچه ها الان این گذاشتن تو جیبشون. استاد چرفشایی تا یک چیزی رو میبینن گشت ارشاد بعثی رو میریزن رو سرش، کتکش فیلماش هست الان دیگه اینجا نمیشه پخش کرد، من تو برنامه خودم پنجشنبه پخش میکنم، میریزن تو سر اینا، اینا رو لط و پار میکنم میبرنشون پلیس. صحبت خامنه‌ای میذارم میگه آقا این رهبرت نیست، رهبرت گفته که من میتونم روسری نداشته باشم، هر کی مزاحم شد بزنمش. برای اینکه الان گشت ارشاد اگه آوردن تو خیابون، بچه‌ها شما از خود رژیم باید بلد باشین به خود رژیم بزنید، بایستی بلد باشین این دیپلماسی نبرد رو، اینا رو بزنین لک و پار کنین. بعد صحبت خامنه‌ای رو بذارید بگید آقا خود خامنه‌ای داره میگه که حتی خود خمینی هم مخالف بود که شما بیاید مزاحم بچه‌های ما بشین، و اینا رو بزنن. الان هم دارن این کارو میکنن، الان این فیلم تو جیب بچه هاست. هر پدر سوخته ای که میاد دست یک دختری رو تو پس کوچه میگیره میخواد سوار ماشین کنه، دختر شیر، شیر دخترای ایرانی داد فریاد، یوهو جمعیت میریزه. چندین مورد هست فیلماش حتما آقای شهرتی دیده داره، خود شما دارید، که اصلا این ماشینای این پدر سوختهای گشت ارشاد اینا چپه میکنن مردم، جفت لغت میزنن، کتک میزنن، یارو داره فیلم میگیره، یه خانم شجاعی میاد میگه پدر سوخته چرا فیلم بچهای من میگیری، دارن ورزش میکنن، و بعد همون یارو رو لطوپارش میکنن روانه تیمارستان استاد چرفشایی. یعنی مردم سلحشوریان در میدانن دارن با این بسی ها میجنگن و باید روز به روز همه همدیگر رو یاری برسونن تا فاتح اینا خونده بشه. این آقای فیپون هم یه چرت و پرتی بود، خودشون هم آبروشون هم رفت بود قضیه. استاد چرفشایی بعد بسیار ممنون از آقای سیاوش عبستا، مطالبی رو در اینجا مطرح کردن که مستند بوده و این ماندگار میشه و با ارزش و باید در حال این برنامه ها رو که ما به این شکل داریم پخش میکنیم در سراسر جهان اینا رو ضبط کنین، نگه دارین، در آینده به کارتون میاد برای مراجعه به اون که چه مسائل مستندی رو در این برنامه گفته شده و سیاوش عبستای عزیز اون رو مطرح کردن. از شما بسیار سپاسگزارم که در حال هر هفته مطالب جالبی رو در این برنامه بیان میکنیم. دوست عزیز من دکتر قرقزدو بیمارستانه، براش آرزوی سلامتی میکنیم، امیدواریم که هرچه زودتر بهبود پیدا کنه و در این برنامه بازم صداشو بشنویم. از اهورا مزدا خداوند بزرگ میخوایم که دکتر قرقزدو عزیزمون و همه بیماران رو تندرستی رو بهشون باز بگردونه و به زودی قفل زندان ها رو ملت سلحشور ایران بشکنن، همه زندانیان سیاسی رو آزاد کنن. داده میشه. از شما ممنونم. تا هفته آینده. اینا بعثی ها هستن، صدامیان هستن، مردم بدونن اینا ایرانی نیستن، بعثی هستین، هستن کتکشون بزنین، از نقدی گرفته تا لاریجانی ها تا همشون، تا این آتشخاله تو خیام بزنینشون مردم. بسیار ممنونم از شما. سپاسگزارم. درود به شما. بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت. همراه آقای سیاوش عبستا و امیر شهرتی کارگردان برنامه با شما خداحافظی میکنم.
و تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای همه شما آرزو دارم. بدرود تا درود دیگر.